جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در شرایط سخت تحریم‌ها و با اتکا به نبوغ بومی ایرانی تونسته در ساخت بیشتر شناورهای مختلف دریایی به خودکفایی برسه. اینجا در جزیره کیش هم یکی از شرکت‌های سازنده شناورهای دریایی مستقر شده که تونسته کارهای بزرگی رو به سرانجام برسونه. عمدتاً شناورهای سرچ اند رسکیو یا همون جستجو اینجا دات است. الحمدلله با وجود این شناورها میتونه امنیتی بیشتری برقرار بشه برای تمام شناورهایی که در اینجا تردد دارن. بحث شناورهای گارد سایری هست که در اختیار نیروی انتظامی، بازم اون بحث امنیتی خلیج فارس هست. شناورهای راهنماور هست که خدماتی برای داخل اسکله‌های کشور. اخیراً شناور جمع‌آوری آلودگی نفتی رو تحویل سازمان بنادر دادیم. متخصصان این شرکت تونستن بیشتر مراحل طراحی ساخت شناور رو هم خودشون انجام بدن. تونستیم به این خودکفایی برسیم که کلیه قطعات شناوری که در گذشته ما با قیمت‌های بسیار گزاف وارداتشون که خیلی برای ما هزینه بر بود، با حداقل هزینه هم طراحی و هم برشش رو انجام بدیم. اما تخصص اصلی این شرکت، تخصص کشتی سازی ما، تولید شناورهای آلومینیومی هست. به لحاظ اینکه وزن شناورها پایین‌تر میاد، سرعت شناورها بالاتر میره، به لحاظ مصرف سوخت بسیار بهینه هست. طراحی تخصصی اتاق فرماندهی شناورهای نیمه سنگین از دیگر توانمندی این شرکت کشتی سازی محسوب میشه. اتاق فرمان یا به اصطلاح بریج هست. داخل این بریج معمولاً تجهیزات ناوری تهویه میشه. حالا متخصصان کشورمان وارد پروسه ساخت موتورهای شناورهای دریایی هم شدند. سیستم رانش واترجت رو دارن که ما تونستیم این سیستم رانش رو وارد کشور بکنیم و توسط مهندسین بومی کشورمون مهندسی معکوس شد و ساخته شده. اینجا بیش از 200 متخصص به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به فعالیتند. خیلی خوشحالم که تونستیم تو این صنعت بنده به شخص خودم سهیم باشم و این صنعت رو با قدرت پیش ببریم. جلوگیری از خروج 4 میلیون یورو ارز از کشور رو هم باید به دیگر دستاوردهای این تلاشگران اضافه کرد. مهندسان این شرکت اعلام کردند در صورتی که حمایت‌های مالی از این شرکت تازنده شناورهای دریایی افزایش پیدا بکنه، توان تولید خودشون رو تا 5 برابر در سال هم میتونن افزایش بدن. مهدی هوشیار، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.